مدیرعامل آمازون جف بزوس تقریبا نیمی از عمر خود را صرف اختراع و تحول انقلابی در کسب و کار الکترونیکی کرده است و اکنون ثروتمندترین مرد جهان است. در این ویدیو 5 درس کلیدی کسب و کار را از جف بزوس می‌بینیم. شماره 1، در مورد مشتریان وسواس به خرج دهید نه رقبا. بزوس به این نکته اشاره می‌کند که شرکت‌های فناوری به ویژه نسبت به رقبا وسواس زیادی دارند. آنها صبر می‌کنند و می‌بینند که رقبا چه چیزی را معرفی می‌کنند. سپس سعی می‌کنند آن را مطابقت داده و کار بهتری انجام دهند. آمازون به جای این کار با تمرکز روی مشتریان، خدمات وب آمازون را توسعه داد. او در نامه‌ای به تاریخ 2015 نوشت: بسیار از شرکت‌ها خود را مشتری محور توصیف می‌کنند، اما تعداد کمی از آنها واقعاً آنطور هستند. بیشتر شرکت‌های بزرگ فناوری متمرکز بر رقبا هستند. آنها می‌بینند که دیگران چه کاری انجام می‌دهند و سپس تلاش میکنند سریع از آنها پیروی کنند. نقطه اخلاقی که میتوانیم از این استراتژی بگیریم این است که برای پیشی گرفتن از بازار باید روی خودتان تمرکز کنید. شماره 2، برای رهبری بازار ریسک کنید. آمازون زبر تلاش کرد تا کسب و کار خود را به عنوان یک پلتفرم فروش جا بیاندازد. ابتدای این آمازون آکشن را امتحان کرد که بعد به زی شاپ تبدیل و در نهایت به بازار آمازون تبدیل شد که تقریبا نیمی از واحدهای فروخته شده را در amazon.com تشکیل می‌دهد. بزوس در اولی نامه خود در سال 1997 نوشت: شکست و اختراع دو قلوی جدا نشدنی هم هستند. برای اختراع باید آزمایش کنید و اگر از قبل می‌دانید که تلاشتان موفقیت آمیز خواهد بود، پس یک آزمایش نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری را جسورانه بگیرید حتی اگر آنها نتیجه ندهند. شما برای دفعه بعدی درسی خواهد آموخت. شماره 3، کاری کنید که کارمندان مانند مالکان فکر کند. وقتی بزوس این را در اولین نامه سالانه آمازون نوشت، 614 کارمند داشت، در حالی که یک سال قبل 158 کارمند داشت و اکنون هزاران کارمند دارد. 1997 نوشت: ما همچنان بر استخدام و حفظ کارمندان ماهر با استعداد تمرکز خواهیم کرد. ما می دانیم که موفقیت ما تا حد زیادی تحت تاثیر توانایی مان در جذب و حفظ کارکنان با انگیزه قرار خواهد داشت که هر یک از آنها مانند یک مالک فکر و بنابر این باید در واقع یک مالک باشد و کارکنان در موفقیت شرکت سهمی بدهید، اما سهام، پاداش و تقسیم سود. شماره 4، فرهنگ درست کنید که برای شرکت شما مناسب باشد. بزوس در نامه 2015 نوشت: ما هرگز ادعا نمی‌کنیم که رویکرد ما بهترین است، اما مهم است که به خصوص خودمان است. طی دو دهه گذشته ما گروه بزرگ از افراد همفکر را جمع‌آوری کردیم، افرادی که روی کرده ما را انرژی بخش و معنادار می‌داند. نکته اخلاقی، یک سری اهداف ثابت مخصوص شرکت‌ها وجود ندارد. موضوع این است که تصمیم بگیرید که مهمترین موارد برای شما چیست. آنها را تکرار کنید و مطمئن شوید که هم آنها را می‌پذیرند و رعایت می‌کنند. شماره 5، به افراد قدرت دهید تا حدی تا از بوروکراسی جلوگیری کنید. بزوس استدلال میکند دو نوع تصمیم وجود دارد: نقاط عطف و برگشت ناپذیری که وی تصمیمات نوع یک میناود و مدیران ارشد باید در آن دخیل باشند، و تعداد بیشتر از خواسته ها و تاکتیک هایی که او تصمیمات دو میناود در صورت اشتباه بودن قابل اصلاح هستند. بزوس در نامه 2015 نوشت: تصمیمات نوع دو میتوانند و باید سریع و توسط افراد خوش ذهن یا گروه های کوچک گرفته شوند. با بزرگتر شدن سازمان‌ها به نظر می‌رسد تمایل به استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری نوع یک در اکثر تصمیمات، از جمله بسیار از تصمیمات نوع دو، وجود دارد. وی نوشت: نتیجه نهایی در این حالت رکود و ریسک‌گریزی است. برای ادامه نوآوری قدرت را به سطوح پایینی سازمان هم انتقال دهید.